ببینید بحث این است که نه اینکه قبلا نمیخواست اینا رو بکنه این کارا رو قبلا کرده نتونسته قبلا منظورتون تو همین 40 چند روزه بله در همین 45 روزه در این 45 روزه ببینید اگر بخوام خلاصه بگم چون فرصت هم که من فقط اشاره میکنم ببینید بله. پنج مورد اینها در سرکوب دارن یکی پیشگیری بوده پیشگیری یعنی اینکه هر کسی از این نفرات میشناسن که ممکنه عامل این شلوغی باشه قبلش برن دستگیر کنن بعد برن مکانهایی که هست اون مکانها رو از قبل درش مستقر بشن بعد از اون یه طرحی دارن به نام طرح وحشت افکنی وحشت افکنی این است که تو خیابان بیان با گاز اشکاور گرفته با گلوله‌های شاسمه‌ای گرفته با هر چی هست آتش زدن گرفته این کارها رو پیش ببرن و حتی شکنجه های زیاد بکنن شکنجه ها رو علنی بکنن همین کاری که در این مدت مرتب همه این کارها رو کردن مرحله سومش این بود که به قول خودشون مردم در مقابل مردم یعنی یک سری بسیجی و پاسدار به اسم مردم به خیابان بیارن در مقابل اعتراض کنندگان این هم که هم در نماز جمعه هم در روز وفات پیامبر آوردن هم این که الان ما شاهدش هستیم که در دانشگاه هم سعی میکنن با این دانشجوهای بسیجی به حساب در مقابل دانشجوها بیستن این کارم کردن بعد از این مرحله اگر این جواب نداد سعی کنن که در صحنه تیراندازی هم داشته باشن ولی بیشتر سعی کنن با گلوله‌های شاسمه‌ای باشه چون معتقدن هر شهید میتونه اینه به اوج برسونه و بنابراین این مرحله هم رفتن مرحله دیگه این بود که بیان و شوک ایجاد کنن یعنی بتونن یه قتل عامی بکنن اینم که در سه هفته پیش در سننده در زاهدان کردن و با اون کشتن 90 نفر در زاهدان میخواستن این فضا رو در اونجا انفعال ایجاد کنن و بعدش اگر اون جواب داد به بقیه نقاط کشور ببرن که در تمام اینها همچنان که ما شاهدیم شکست خوردن و به اوجگیری بیشتری کشیده شده حالا که به این نقطه رسیده دیگه میگن این تاکتیک هایی که ما با پنهانکاری این که ما میخوایم کشته نگیریم ما میخوایم چیز کنیم نشون بدیم که هنوز سپاه وارد نشده یه لولو خورخوره‌ای به نام سپاه وارد شدن مردم از ترسش وجود داشته براشون اینا رو دیگه میخوان کنار بذارن و تمام عیار میخوان وارد صحنه بشن ولی خب این تمام عیار وارد صحنه شدنم دیگه نقطه آخره یعنی این مردمی که یه تصمیم گرفتن یعنی به این رسیدن که میتوان و باید این رژیم سرنگون کنن باور کردن که رژیم توانی دیگه برای چیز نداره رو نمیتونن متوقف کنن